بزرگان اقوام مختلف در یک نشست در شهر فیروزکو مرکز ولایت غرگرد آمدند تا در مورد اهمیت همدیگر پذیری، اتحاد و وحدت در بین اقوام صحبت کنند. برخی از اشتراک کننده ها چنین نشست ها را در بین اقوام مختلف کشور مؤثر می دانند و می گویند که در دین مبین اسلام قومگرایی، تفرقه اندازی و اختلاف وجود ندارد و مردم از هر قوم و نژادی که هستند با هم برادر و برابرند. به گفته آنان، اختلافات قومی و دشمنی های چندین ساله در بین مردم و اقوام از آنان تلفات و خسارات هنگفت گرفته و هم اکنون فرصت آن رسیده که کهنه ها را دور و در یک فضای اخوت و برادری زندگی کنند. زیبایی افغانستان در همین است که دیگه اقوام مختلف و با زبان ها و لهجه های مختلف در او زندگی داره و این نشست ها تأثیر بسیار بسزا و مثبتی داره. فاصله هایی را که در دوران ها متمادی ایجاد شده بین اقوام از بین میره و با همدیگر آشنایی پیدا میکنه، با همدیگر معرفت پیدا میکنه، افکار و اندیشه همدیگر را بلد میشه و تأثیر بسیار مثبت داره. اتحاد و همدیگر پذیری همانندی باران رحمت است. باران رحمت اگر در بیابان ها و در صحرا نباره، قطعا گیاه و سبزه و گل نمی روه. اگر جامعه وحدت نداشته باشه، جامعه اتفاق نداشته باشه، جامعه امنیت نباشه، هیچ چیزی به اونجا نیست. گویا در یک کلمه گفته می توانم اتحاد و وحدت یک مایه حیاتی برای رشد و پیشرفت یک کشور و یک مملکت است. نشست ها همیشه تاثیرات مثبت خود نسبت به اتحادی اقوام، نسبت به حل مشکلات جامعه داره. از جمله در شریعت اسلام شورا و مشورت یک اصل است. زمانی که چنین نشستایی میشه، مشوره صورت میگیره، تعادل نظر میشه. وقتی تعادل نظر شد، کسایی که مثلا ضعف علمی دارن، کسایی که تمیز با مشکلات قومی گرفتار بودن و از فراز چنین نشست ها، از بیانات علما، دانشمندا میفهمن که واقعیت در اسلام قومگرایی و یا تفرقه اندازی وجود نداره. طوری که الله می واتسم به حبل الله جميعا ولا تفرق. الله میگه شما به رسمان خدا، دین خدا چنگ بزنید، تفرقه نکنید. نبی علیه السلام میگه ما نمیگیم که نفاق سر میتراشه، بلکه دین میتراشه. کسایی که مصروف به همین قضایای اختلافاتی باشن، قضایای نفاق اندازی باشن، اینی مردم و گویا که اینا از ارزش‌های دینی خود میمانند، اینا ایمان کامل ندارند. امروز جامعه افغانستان پوشیده است از چی است؟ همپذیری نیست. حتی با کوچکترین قضیه سمینه یک دو تا مسلمان با هم باها رو با هم خفه هستند. چرا همپذیری نیست؟ ما همه که باید دلها رو یکی بکنیم، همپذیری داشته باشیم و همپذیری یک چیزی است که گویا مانند همون نهال پر ثمره ای است که از میوه‌اش جامعه استفاده می‌کند. تا زمانی که همین امپذیری در جامعه آکیم نباشه، ما نمیتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم و ما هم برادر و برادری و خوبت خود چی بکنیم سالم پیش ببریم. برخی دیگر از اشتراک کننده های این نشست ضمن تاکید برای همدیگر پذیری و اتحاد در بین مردم و اقوام از دولت و بزرگان این ولایت میخواهند تا در این راستا از هیچ نوع تلاش دریغ نکنند تا در بین مردم صلح و برادری تامین شود. این نشست ها خیلی مؤثر است که از همه اقشار و قوام و قبایل ملت به همه اقشار و قبایل ضرورت داره. میتونه معاملت همکاری با دولت بشه، میتونه دولت استوار روی معیارهای اقوام قبال باشه، اینا با هم که همکار باشن انشاءالله ملت پایدار مستقل باقی میمونه. خواست ما از دولت همی هست که تا میتوانن دولت امارات اسلامی افغانستان در این راستو کوشش های داشته باشن که مسائل عصبیت قومیت اینا از بین برده بشه. انشاءالله سبب ازی میشه وقتی مردم اتفاق و وحدت شو هم بستگی شو اضافه تر میشه. خواست ما از دولت همی هست که بعد مثال هر کوشش کنه که اینا چرا نبی کریم صلی الله علیه و آله مسئله را خونسا کرده، باید مسئله مطرح قومیت نباشه، روی معیارهای اسلامی ما باید پایدار باشه. از سوی هم مسئولان اقوام و قبایل زون غرب که در این نشست حضور داشتند گفتند که نظام امارت اسلامی همواره برای همدیگر پذیری و اتحاد میان مردم افغانستان گام برداشته و آنان را در نظام کنون شریک ساخته است. اگه کم خلق سیل نظام نیزان شاعت باله اگه خلق مگر دعوت کردی دیا و پخفل نظام که میغوت جای ور کرده اول موږ سره په د خپل نظام کې د هر مسلک دیسې خاوندان دي یغوتم پیغه مسلک کې جای برابر کړی دی ان شاء الله.
دا چې مشکلات نسته دا مشکلات حل شوي دي. بیخي زیات تعداد خلک له موږ سره متحد شوي دي او زیات تعداد خلک له موږ سره یوځای شوي دي او هغه کوم شی چې له دوی سره و هغه اسلامي نظام ته ډېر په خوښۍ خوشحالي سره ورکړي دي او له امارت سره متحد شوي دي. این نشست در حال در ولایت غور برگزار می شود که به گفته مسئولان محلی این ولایت از زمان حاکمیت دوباره امارت اسلامی ده‌ها قضیه اختلاف قومی و ذات البینی را حل و فصل کرده و در بین مردم همدیگر پذیری را حاکم کردند. پژواک خبری آژانس دپیک و ریختن هنداره.